آرسا کامرا، سلام عرض میکنم خدمت تمام آرسنالی عزیز. بازی برگشت به بارسلونا دقایق قبل تموم شد و متاسفانه 3-1 بازی رو واگذار کردیم. در مدت کوتاهی که خدمتتون هستیم میخوایم یه صحبتی بکنیم در مورد شرایط بازی و اتفاقاتی که در این مسابقه افتاده. سلام میکنم به همه هواداری آرسنال. میدونم که همون ناراحتیم از اینکه تیممون برای ششمین سال پیاپی در این مرحله حذف شد. خب در مورد بازی همونطوری که دیدید ترکیبی که خب فکرشو میکردیم نبود. فلامینی رو فکر میکردیم که النی فیکس باشه، ولی فلامینی آره فلامینی رو به شک بودیم که میدونستیم میذاره بره، ولی با میل ما آره به جای فرانسیسکو بیلنگ گذاشت و خب الکسی بوبی هم اونجایی که خب فکرشو نمیکردیم در ترکیب اصلی بازی داد و خب اصلا بازی جالبی نبود ازش. خب دیگه بازی هم همونطوری که انتظار میرفت بارسا خیلی زود شروع کردش اون بازی رو، کاملا تحت کنترلش تحت کنترل گرفت و خب گلش هم زد. همونجا به نظر من کار واسه ما تمام شد. من فقط چیزی که واسه خیلی عجیبه این روند داخل تو کی میخواد ادامه دار باشه. سالهاست ما میایم تا این مرحله بالا، تیم حذف میشه، جوابگویی نیست در این زمینه، هیچ کس جوابگویی نیست، نه از داخل تیم نه از مربی تیم. مشکل از مربی قطعاً، چون که به هیچ عنوان فردای همین روزی که الان ما شکست خوردیم میاد دوباره با خیال راحت رو نیمکتش میشینه و به فکر بازی بعدیه. یعنی نه ناراحتی از این داره که خب توی یک هشتم جام باشگاه حذف شده، خب حالا برای ششمین سال آرزوی هواداران رو برآورده نکرده. اصلا دقت کردی وقتی که وارد میدون، اصلا همین امشبو که بخوام بگم اصلا هیچ شرایطی شما نمیتونی ببینی ازش تحت یک مربی که عقب روی جنگندگی داشته باشه بیاد تلاش بکنه این مربی که بخواد شرایط بازی رو برگردونه. اصلا همچین چیزی دیده نمیشه تو این برعکس بازی بایرن هم که خب میدیم گواردیولا دیدیم که خب تیمش دو هیچ عقب بود ولی نیمه دوم برگشت، نیمه دوم بازی رو برگردون و توی وقت اضافه هم بازی رو خب کاملا عوض کرد شرایطش رو. خب روحیه‌ای که مربی باید کنار زمین نشون بده، تفاوت مربی‌ها رو مربی‌ها آره مثلا مربی‌ای که خب جوان‌ترن اون روحیه جنگندگی رو میتونه کنار زمین. یه چیزی که در مورد آرسن ونگر اتفاقا داشتیم بحث می‌کردیم در طول بازی، تفاوت سنی که با بازیکن تیم داره، بازیکن جوان‌تر داره. آره درست. چیز اتفاقی که سر جک فینچر هم داره میاد. آره. یا حتی تو والکات یا بازیکن نمیتونه کنترل کنه بازیکن جوان. آره. نمونه زیادی داشتیم. شزنی بوده. آره. جک فینچر آره. بوده. که مرتب به یه حالتی دارن، بالاخره جوانایی هستن که تو نسل فعلی اروپا دارن بزرگ میشن. آرسن ونگر یه آدمی که تقریبا سنتی از زمانی میاد که بعد از دوران جنگ جهانی دوم خب یه خصلت‌های اخلاقی خاص خودش رو داره، تا یک زمانی که سن کمتری داشت موفق. آره یعنی اختلاف سنی بین بازیکن‌ها خیلی مهمه دیگه، چجوری بتونه اختلاف سنی که رابطه برقرار بشه بازیکن‌ها. گواردیولا که میگفتیم دیدی که چه رابطه بین بازیکن‌ها با خودش هستش. خب این رابطه‌ای که روحیه‌شون میتونه خیلی راحت حالا با صحبت کردن باید داد زدن سلام بازی کنم. نکته دیگه که در مورد آرسن ونگر هست اینه که خیلی ها میانو مقایسه میکنن آرسن ونگر رو با الیکس فرگوسن، که خب الیکس فرگوسن اگه مربی سن و سال داری بود اما حداقل میدونست که باید از کادر فنی استفاده بکنه که بروز باشن، حداقل جوان باشن، بتونن اون انرژی رو بتونن منتقل کنن. تحت هیچ عنوان نمیشه این رو با هم مقایسه کرد. یه نفر که کاملا سبک کاری متفاوتی داشت با رویکرد متفاوت ذهنی آره. متفاوت ذهنی و یه نفر مربی که فقط یه کادر فنی یه دستیار در طول 20 سال آره. که مربی بوده شاید نزدیک 16 سال داشت با پاتریس کار میکرد. آخه اصلا چطوری ممکنه همچین چیزی که نتونه یه روحیه جدید یه نیروی جدید ذهنی بخواد اضافه بشه به این تیم؟ حتی پاتریس با اینکه اسطوره آرسنال خیلی بزرگی پاتریس خود در سن در این سن و سال بالا در سال مثلا 2011-2012 چه چیزی میخواست با آرسنال اضافه بکنه، چیزی که الان آرسن ونگر باز از استیو بولد میخواد اونو بگیره. اعتماد کرد به این مربی‌ها که به هیچ عنوان در سطح بالای مربیگری تو هیچ جا کار نکردن، حتی اقرار درست چون میدید دستیاره حتی خود یورگن کلوپ هم اومده آره. لیورپول دستیار یکش که تو دورتموند همکاری میکرد موفق بود اونو براش آورد. یعنی
اون روحیه جنگندگی که باید یک مربی داشته باشه رو منظوری که تمام اینا رو بخوایم در نظر بگیریم نداره به هیچ عنوان. اینو به بازیکناش تحت هیچ عنوان نمیتونه منتقل بکنه. حتی همین اهلنی که امروز دیدیم که خوب بازی کرد، این یه بازیکنیه که شاید هنوز بازیکن ما نیست. آره درست، اهلنی بازیکن ما نیست، اهلنی هنوز بازیکن تیم بازل سوئیسه که با افکار مربی اون تیم با افکار تیمی اون تیم اومده. شک نکن که اول فصل بعد این بازیکن یه بازیکنی میشه مثل خیلی از بازیکن بزرگی که اومدن بازی کردن، که مثل الیکس سانچز که تبدیل به یه بازیکن کاملا درجه دو شده تو آرسنال. فکر میکنم که این خیلی آینده آرسنال ونگر رو واقعا نمیدونه آدم چی میخواد اضافه بکنه به این تیم که بخواد دل بهش خوش بکنه. در از 3-4 روز هم از دو تا تورنمنت حذف شد توی این فصل. آخه میدونی تو پس زمین ذهنمون بعد بازی بارسا میدونستیم که آرسنال اوت میشه امشب، ولی آخه چرا نیایی یه تلاشی بکنی، یه تلاش از خود نشون بدی؟ حداقل تو این زمینه یک تجربه داره. خب 4 فصل، حالا نمیگم بایرن و موناکوش فرق نمیکنه، بالاخره اون دو تا گل عقب بود اومد بازی برگشت، بالاخره این تجربه میتونه واسش باشه که امروز بالاخره تو پنجمین سالی که یه همچین نتیجه همچین اتفاقی میفته. آره آره یه یوونتوس که یوونتوس سال پیش دیدیم که چجوری برگشت به بازی برگشت، کسی اصلا انتظار نداشت از یوونتوس دو تا گل خورده و تو خونه خودش، ولی تا دقیقه 90 بازی 2-1 جلو داشت تموم میشد برگرد. و متاسفانه به نظر من دیگه الان وقتشه، الان وقتی مربی رو عوض نکنیم تا چی میخوان بهش اطمینان بکنن. آرسنال ونگر داره تاریخ آرسنال رو داره تحت شعاع میندازه. آرسنال مشکل خیلی بزرگیه تو دنیا، هیچ کس نمیتونه اینو اطمینان بکنه، و متاسفانه با افکاری که آرسنال ونگر داره تو آرسنال پیاده میکنه این تیم داره لطمه میبینه تا کی آخر ما میخوایم اینجا بشینیم در مورد شکست تیممون صحبت بکنیم. این تیم هی داره میبازه مرتب، هر سال داره میبازه و هیچ تغییری متاسفانه ایجاد نمیشه توش. نمیدونم، امیدوارم حالا شنبه بازی اورتون، فقط یه امید داریم که حداقل قبل از اینکه سال خودمون تمام بشه شنبه نتیجه یه پوزی بیاریم تو لیگ، که اونجا به نظر میاد که خیلی کاسته. خیلی ممنون. ممنون هرشیا، در صفحه اجتماعی ما رو حتما دنبال بکنید، در زیر آدرس ها نوشته شده. خوشحال میشیم به جمع ما بپیوندید، سعی کنیم هر روزی در کنار شما باشیم. و این اگه فکر میکنید خب میتونید تحلیلی بکنید بعد بازی ها یا قبل بازی ها، حتما حتما برای ما با ایمیل و همچنین ایمیل همون arsalcam.gmail.com میتونید با ما در ارتباط باشید، کلیپ خودتون رو بفرستید با نام خودتون در سایت منتشر میشه. ممنون هرشیا، خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید و شب و روز خوشی براتون.